آمدید به دیدبان مریم افشنگ هستم در مورد مطبوعات این هفته از واکنش ها به خودسوزی سحر خدایاری یا دختر آبی خواهیم گفت تا احکام سنگین زندان در ایران و بی اتنایی روزنامه ها به تغییر آقای بورتان. سلام آقای بهنوت سلام علیکم مبارد. مبارد. چی؟ آره. این استودیو عوض شدید آینه یادم رفت حالا انشالله دفعه بعد در اگر یه چیزایی ممکنه کار نکنه مال اینه که همه چی خیلی نوعه و جدیده بله مثل همه چیزای جدید میمونه سخت هفته که گذشت خبر خودسوزی و بعد مرگ سهر خدایاری واقعا هم تکون دهنده بود و هم گزارش ها و چیزهای زیادی روزنامه ها ازش کار کردن از طرف فضای مجازی هم و خیلی ها در مجامع بین المللی و داخلی واکنش بهش نشون دادن به نظر می یه روز مهم می شد و این حادثه شاید بشه مقایسش کرد با ندا آقا سلطان حادثه که برای این دختر پیش اومد و واقعا یه نگاه کلی نشون میده که توی 24 5 تا روزنامه ای که در این هفته که هفته نسبتا تعطیلی بود چون بیشترش در نی اومدن جز یک دو روز و اینا ولی به حال به هر میزانی که در اومدن روزنامه سعی خودشونو کردن که به سال نگاه های خودشونو داشته باشن و به صلاح تحت تاثیر فضا قرار نگیرن و به نظر میرسه هم غیر از دو تا روزنامه یعنی کیهان و رسالت حتی روزنامه های اصولگرا هم صدای مردم رو در نیوردند خب میخوان فعلا شروع کنیم با روزنامه اعتماد و که در اول هفته تیتر یکش رو زده نه گم شدند نه رو به حکایت قریب برادران صدر و صاداتی و افشای مفاسد اول بسادی. هفته فقط اعتماد نبودش که حادثه رو مهم دید بلکه بعضی از روزنامه های دیگه هم بودند و حادثه مهمی بود یه عضو مجلس خبرگان و برادرش ناپدید شدن بعضی ها گفتن رو بودنشون بعضی ها گفتن خودشون از ترس رفتن قایم شدن بعد گفتن چیچی چی خوا... شدن اختیاری اصطلاحاتی همین وسط درست شد بعد پدر ایشون وارد صحنه شد و حرفای مختلفی زد بنابراین به نظر می رسید که این حادثه است که تمام هفته خواهد اومد و مطرح خواهد بود در شبکه های مجازی و در روزنامه ها اینطوری نشد زیر پوشش خبرهای دختر آبی قرار گرفت میخوان اشاره بکنیم به صدور احکام سنگین مقاله از عباس عبدی که توی سرمقاله اعتماد نوشته و اشاره میکنه به این احکامی که به خصوص علیه زنان این روزها منتشر میشه و اینکه نوار صوتی که میگه از یه خانم زندانی پرسش های گوناگونی رو مطرح کرده که متاسفانه تا کنون بدون پاسخ مونده و میگه خب کسانی که تجربه دای زندان رو دارن میدونن که در واقع زندانی در زمان بازداشت به ویژه در حالت انفرادی چه وضعیتی داره و این ممکن نیست که بدون هماهنگی با موبایل و از طریق واتساپ تماس بگیر و پیام صوتی بده بعد اشاره میکنه آقای عبدی به آزادی برای نمونه میگه به آزادی آقای نجفی که میگه کاملا قانونی بود ولی به علت حساسیت افکار عمومی قطعا بهتر بود که خودشون از تودیه وسیقه پریز کنن و میگه درصد اون فشار افکار عمومی باعث شد که دوباره آقای نجفی رو برگردن زندان از همین این مثال اشاره میکنه که در هر صورت قوه قضایی باید پاسخ خوب باشه به افکار عمومی باید. و اینکه این احکام چطوری اینقدر سنگینه و دادگاه ها باید علنی باشه و مردم در جریان وقایعی که در دادگاه ها اتفاق میفته قرار بر... بگیرن در شرایطی که مدام رئیس جدید قوه قضایی صحبت از عدالت میکنه ادالت, ادالت بله بریم روزنامه بعدی آرمان ملی رو ببینیم آرمان ملی ب... مهمترین بحث که البته داره به همه خبرایی که در اون روز بودش داره ولی مصاحبه آقای تایزاده رو اصل دیده درست هم هست بخش و عمده ای از اصلاح طلب ها هنوز مثل آقای اجاریان هم مثل آقای اینا هنوز وارد اون فاز که حتما بریم رای بدیم نشدند و معتقدند که باید یک شرایطی به وجود بیاد سراحتش هم آقای اجاریان گفته ولی حالا به زبان های مختلف این حرف زده میشه یعنی پیداست که از لابلای حوادث اینطوری پیداست که در یواش یواش انتخابات برای وضعیت داخلی سیاست داخلی ایران جدی میشه در این حال هنوز تکلیف گروه ها معلوم نیست توی این مصاحبه خب آقای تایزاده اتفاقا تایید داره تاکید میکنن به انتخابات ولی میگن که خب چه شرایطی باید فراهم بشه که مشارکت حد اکثری باشه انتخابات رقابتی باشه و میگه شاید برون رفت از این وضعیتی که الان ایران درگیرشه همون انتخابات باشه که بتونه این وضعیت و این بحران رو ایران بتونه رد کنه خب بریم روزنامه بعدی روزنامه ایران رو ببینیم این اصولا هم که گفتم روزنامه ها به دلیل اینکه دو روز در هفته دو روز وسط هفته تعطیل بود ازاداری بود طبیعتا عده زیادیشون تصمیم گرفتن پنجشنبه رو هم به همون بدوزند و در نتیجه تعداد روزنامه های منتشر شده در طول هفته خیلی کم شد خیلی کم شد بعضی دو شماره درآوردن آوردن بعضی سه روز فقط در اومدن ایران رو دارید میبینید که تصویری از هفته و ازاداری ها میده در این حال در مقاله اصلی خیلی اصلیش. از روزنامه ها هم یکشون در واقع همین ازاداری آشور بله و ایام محرم بود بود تو، توی, مقاله هم که توی روزنامه صفحه اولش میخونیم گله ایست از بعد از سخنرانی آخر آقای پناهیان ایجاد شده برای دولت و برای مجلسی ها هنوز به اون معنی صدای مجلس در نیامده است. ولی دولتی ها شروع کردن حرف زدن ولی دهنکجی جناب مقابل هم این است که دوباره کرسی پیش از خطبه های نماز جمعه به آقای پناهیان تعارف شد در وسط این نکته ای هم که همون اول شما اشاره کردید خیلی بحث اخراج بولتون یا رفتن بولتون از جمع کاخ سفید سفید رو خیلی کوچیک دیده نمیشه مثلا بورتون اخراج شد و خیلی اینجا هم یه چیزی داره در مورد پایان غمنگیز دختری که خودسوزی کرد که اشاره میکنه به سهر خدایاری که حالا بعدتر اشاره میکنیم به واکنش بلکه تقریبا روزنامه همه روزنامه ها داشتن گیرم که بعضی ها ملاحظه کرده بودن برده بودن صفحه تو صفحات داخل و بعضی نه در صفحه اول بود روزنامه شرق گزارش خیلی مفصلی کار کرده بود هم شهری به همین ترتیب گزارش خوب توشون دیدیم شهروند که واقعا شروند. خب هم قبل از این داستان با پدرش و خواهرش مصاحبه کرده بود در هر صورت خیلی روزنامه ها سعی کرده بودن همونی که شما میگین با یک نگاه مستقلی این ماجرا کردن کاملا پیدا بود ببینن ایش. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم محور مقاومت روی قوس سعود دشمن در سراشیبی سقوط ببین نداره شما کاری که کهان کرده عبارت از این هستش که یک بار دیگه امید به دم فارغ از اینکه این حرف یعنی این حرف که دشمن تو سقوط ما در پیشرفته تمام هستیم که در سرمقاله هم آقای بلوری اینو تکرار میکنه به تاکید این رو در حقیقت میشه گفت اگر نگم چهل سال که بعد ده سال رو منها کرد به خاطر جنگ و بقیه قضایی ولی به حال سی ساله که کیهان اگه دورش نگاه کنین مدام همین حرف زده در تمام این سی سال دشمن در حال سقوط بوده و ما در بهترین نقطه ممکن وجود داشتیم و هست تو این عکسایی هم که می‌بینید صفحه اول اومده برای روزنامه خبری روز شاید این عیب مطرح بشه این عکسایی که اونجا از غیر از یکیش که مربوط است به حضور هفته پیش مقتدا در عزاداری آقای خامنه ای بقیه شون است چیزی هم که آقای بولوری در این مقاله دارن اشاره میکنن در واقع میگن میخوان جوابی بدن به کسایی که گلایه یا انتقاد میکنن از اینکه وقتی شرایط اقتصادی ایران بده چرا باید به حزب الله لبنان به سوریه به یمن ایران کمک کنه و بعد در واقع نظرات خودشون یا اون جناه وابسته به کیهان رو توی این مقاله مطرح میکنن که به چه دلیل و دلیل اصلی رو امین امنیت میگن و میگن که در واقع اقتصاد بدون امنیت نمیتونه پیشرفت کنه یا جلو بره بریم سراغ برگزیده ها برای فردا رو آوردین ببینید در حقیقت مهمترین چیز عرضت جلد و گزارش راجع به یهودی ها در ایران یا درستتر بگیم کلیمیان ایرانی توش هست اما مصاحبه که با باقی کرده است به خصوص این که این روز هم بحث مجازات سنگین جدی هست و حرف جوش زده میشه به نظرم خوب بود اگه ممکنه بخشش هم شما برام بگید مصاحبه کننده میپرسه که به نظر شما چرا مردم نسبت به مسئولیت خود در قبال جامعه کرخ شدن به عنوان مثال در موضوعی که شما پیگیری هستید یعنی مسئله زندانیان حالا نسبت به مسائل سیاسی عقیدتی اصولا خیلی واکنشی از خودشون نشون نمیدن آقای باقی میگه که جامعه دچار آرزهی به نام درماندگی آموخته شده داره که میگه این یک چیزی در روانشناسیه که گویا مقاله هم میخوان در این زمینه به زودی منتشر کنن و توضیح میدن که در واقع چطور میشه که این شرایط ایجاد میشه و بعد از شرایط زندانی که در واقع هیچ پناهی نداره و دستش به هیچ جای بند نیست و زندانبانی که در واقع خب خیلی هاشون ممکن آدم خوبی باشن ولی هستن کسانی که خیلی هم اخلاق خوشی ندارن با زندانی و میگه اینکه قوه قضایی یا سازمان زندان ها بخواد طرف زندانبان رو بگیره و مجازات کنه زندانی رو که دستش به جای بند نیست این خب کار خیلی درستی نیست غلطه درصد مصاحبه خیلی جالبیه در اینکه برای مبارزه با فساد یا آگاهی بخش اجتماعی چه راههایی هست چه کارهایی میشه کرد کسانی که دوست دارن و میخوان اینو گفته باشم که از 20 سال پیش که همه ما با هم دیگه در یه زمان به خصوصی در اوین بودیم کاملا پیدا بودش که آقای باقی نسبت به بقیه یه دردهای مخصوص خودش داره از جمله اینکه در همون زمان هم بیشتر روزها خودش رو به نحوی به اتاقای ملاقات و اینا میرسون در زمانی که تو انفرادی نبودیم و اونجا پیگیر این مسائل بود که این خانواده هایی که میان چطوری میشن زندانی ها و از زندانی عادی و اینطوری نبودش که فقط توجهش به زندانی های عقیدتی و اصلا بوده باشه اصلا همین مقاله در همین مصاحبه هم اشاره میکنه به وضعیت خانواده ها بله. و اگه تبعید یه چیز زندانی یه چیزه وقتی شما زندانی رو در راه دور زندانی میکنید تبعید و زندان رو با هم تلفیق کردید و فشاری که به جدید. خانواده میاد یا مثلا اگر ممنوع ملاقات میکنید زندانی رو اون فشاری که به خانواده میاد یا همون زندانی که باز دستش به هیچ جای برنیست نیست و خب هیچ خبری از خانوادهش نداره خب یه جوری ظلم مضاعفه به هر دو طرف هم دقیقا دو, دو تا موضوع ده. یعنی که مسئله اعدام و یکی هم مسئله زندانی ها زندانی ها به طور کلی زندانی کشور دو تا موضوع اساسی بوده که در بیست سال گذشته مهمترین کارهایی که کرده است آقای باقی تاکید بر اونا بوده بله برگزیده بعدی گزارشی هست از شهروند در مورد یکی از چندین گزارش که تو روزنامه ها بود که ساخته خود روزنامه بود آدم وقتی این جور گزارش ها رو میبینه که خبرنگار و گزارشگر میره در محل حادثه و اتفاق رو میبینه چی بوده اینا یه موقعی آدم دلش تنگ میشه برای این گزارش های میدانی گزارشگر رفته جایی که سحر خدایاری خوش را زده بوده و با شاهدان عینی در اون لحظه صحبت کرده و اونها گفتن که در واقع شبا شا... شا... چی میگن؟ روایت کردن زمان اون اتفاق رو که خب قاعدتا چیز تلخ و ام... چیزی براشون بوده اه... رفته به پمپ بنزینی که اون نزدیک بوده و پرسیده که آیا که از دختری در اون روز خاص اومده اه... صاحب پمپ بنزین گفته خب این اتفاق زیاد میفته خیلی با دب میان و اینا ولی میگه که گویا پلیس اومده و اون فیلم های سی سی تی وی که هست رو جمع کرده و دسترسی دیگه به اون فیلم ها وجود نداره نکته جالب دیگه که کرده با چندین روانپزش و روانشناس در مورد کسانی که ممکنه مثلا اختلالات روحی روانی داشته باشن و اینکه چطور خانواده یا جامعه میتونه به اینا کمک بکنه کرده در هر صورت واقعا گزارش خوندنیه به باید. نام دقایق دلحلا کی تهیه دل... نه من چیزی حداقل نمیبینم بله به حال گروه اجتماعی روزنامه چربند خوب کار میکنه بله اسم گزارشم یعنی تیترش هست دقایق دل آور شریعتی نبش معلم سه. بریم سراغ مجله ها مسلس با عکسی از آقای عراقچی بریم از چند تا چیز داره خب نشریه ماهنامه قبلا هفتگی بود ولی حالا ماهنامه جناح اصولگراست این کاملا پیداست و یه جایی هم زیادی پیداست میتونست که انقدر من از نگاه کاملا حرفه ارز میکنم به جنابشون کار ندارم از نگاه احساس میکنم که سردبیر یه تعهد خیلی شدیدی در خودش احساس میکنه که همه تیترا الزامن اصولگرا باشه بنابراین اگر هم مثلا تو مصاحبه با آقای متقی که حرفای خیلی مهم میزه استاد علوم سیاسی هستن ایشون خیلی نگاه مختلفی دارند و خیلی درست اگه توش وسطش مثلا یه جمله وجود داره که میگوید که گم هم هست اون جمله که بر, بر, مذاکرات قوام یعنی در سال 24 با روسا بهتر از برجام بود یه همین قدم هست چون اگه بیشتر از این بود خوب بود ما با استاد وارد گفتگو میشدیم میگفتیم اون شرایط با شرایط الان فرق داره به هر حال در جای دیگه هم همینطوره از بین گفتگوی مفصلی که با آقای عراقچی کرده است انتخاب کرده مجله کاخ سفید سردرگم است البته خب ایشون هم توی نکته تاکید داره که اونها صداهای مختلف ازشون بعد میاد معلوم نیستش که چی میگن و تاکیدای میکنه روی اینکه خیلی بین دموکرات ها و جمهوری خواه خیلی تفاوت نداره هیلاری کلینتون هم اگه میومد همین کار میکرد و شبیه این که به حال سیاست پذیرفته شده یه مجموعه حکومت هست و بعد وارد بحث سیاسی مثلا جاری میشه که انتخابات و اینجا اون وقت اتفاق بانمکی میفته کسایی که مورد که نظر جناب اصولگرا هست همه رو با این عنوان که اصلاح خیلی از اینا میترسن آقا قالی با خب چند بار تو شگر کرده همه دفعات شکست خورده من نمیدونم چه دیگه آدم بترسن از یه آدمی با این پرونده ولی به هر حال شاید دلیل داره مجله معتقد است که آره اصلاح خیلی میترسن بعدی مصاحبه کرده با آقای چمران که در یه اتحامی رو رد میکنه چون اصلاح طلب ها اصرار دارن که اصولگره ها نمیخوان مردم زیادی بیان پای صندوق این همیشه میگن تو هر انتخاباتی میگن و به نظر میرسه پای اساس هم داره چون هر وقت که حضور مردم کم بوده اصولگرا برنده شدن مثل انتخابات شورای شهر دوم یا مجلس هفتم اینا ولی بر... حالا ایشون اومدن خب اینو رد میکنن و میگن که هم چیزی نیست چون مجله همطور که میبینید تو از چند تا چیز مهم هم توش هست که متاسفانه فرصت ما اجازه نمیده همینطور به طور کلی بگم که مجله دو, سه... دو سه, ماه پیش مصاحبه کرده بود اگر یادتون باشه مسلس این مصاحبه کرده بود مصاحبه کرده بود با آقای پور محمدی راجب سعید امامی و راجب پرونده قتل های زنجیری و درباره باره های اول انقلاب در شست نمیشون مجله مصاحبه, مصاحبه الان آقای عیزی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به اون مصاحبه و گفته های آقای پورمحمدی ایرادایی گرفته از جمله اینکه میگه که شما دارید از همکاراتون دفاع میکنید چرا که ایشون یه حرفای به خصوصی راجع به سعید بقیه زده بود و یه نگرش تازه‌ای داده بود، در حالی که آقای عیزی که الان مشغول کاره دعوت کرده ازشون که بیاید پرونده ها هست نگاه کنید اعترافات هست فلا اینا و بعض سخن شما درست نیست بریم مجله بعدی فرهنگ امروز بریم. با عکس فرهنگ امروز به طور خلاصه بگم با توجه به وقتمون در خونه جدیدم وردید و اینا باید رعایت کرد فرهنگ امروز هم تو که در روی جلد می‌بینین یک بحث اصلی رو یعنی گزارش اصلی رو قرار داده راجع به بیزایی و چقدر خوب و با عده زیادی صحبت کرده و مگه ممکنه که شما با آدم های زیادی صحبت کنین راجع به آقای بیزایی و غیر از تحسین او حرف دیگه ای بزنن که اتفاق نمیفته و نیفتاده اینجا هم نیفتاده آخه واقعا نصر خوب تا آتر خوب, بله 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 خوب سلامت نفس و بعد حالا اما برمیگردیم به بخش دوم دو تا پرونده داره اون پرونده دوم رو جوای دکتر سروشه الهیات لیبرال چگونه پروژه الهیاتی عبدالکریم سروش در خدمت سیاست قرار می گیرد خب حالا پس معلوم شدش که این مدرسه مولانا کارش گرفته و چیز شده احساس به جواب چون این اینم تنها گزارش مجله هفته ماه گذشته نیست حالا بعدا ان شاء در برنامه‌های بعدی موارد دیگه هم نشون مولانا، مجلسی که آقای سروش دکتر سروش, سروش درست کردن دو فعال شده است الان چرا که آدم های مختلف ببینید یک کسایی مثلا مثل آقای عبدالکریمی یک سخنایی میگن ایشون ایراد داره به اینکه چرا آقای دکتر سروش از یه جایی توی سیاست تند رفت و بنابراین این فائق شد بر به مشخصات ایشون به عنوان یا عارف یا اینکه میگه که این عرفانی که آقای سویش ازش صحبت میکنه با اون راسیونالیزم انتقادی پوپر با هم جمع نمیشن خب این حرف حرفی است که حرف تخصصی فلسفی است میشه میشه فهمیدش ولی بقیه اینطوری نیستن بقیه کسایی که مجله باشون صحبت کرد چه مصاحبه کرده چه از جمله آقای بهروز افخمی آقای بهروز افخمی فیلمساز معتقد است که سروش توته اندیش بود سروش به من گفت چرا از مخملوف حمایت نمی کنید. یا ادعاهای شاعرانه سروش اعتقاد من به او را سست کرد از این هست. پس بنابراین یه بخش دوم مربوط است به نفیه و در واقع انتقاد از آقای سروش دلت بریم داستان رو ببینیم یا ببخشید سرزمین من رو ببینیم آره فکر می‌کنم به داستان امروز نرسیم فکر کنم برسیم اگه اه. سرزمین من رو. ببینیم سرزمین من رو داریم ببینیم از بین تحولاتی که توی همشهری اتفاق افتاد بعضیش هم خوب مثبت بوده حتی بعضی نبوده در مورد سرزمینی من اصلا نمیتونم بگم که تحول منفی بوده نه به خاطر اینکه همون توجه به زیبایی های کشور توش وجود داره ش... ببین طبیعت اکس یا اکس ها بیشتر فرستاده میشه براشون چقدر خوبه بعد یک دو تا این باغ بیرجنده ببینید چقدر خوب ساخته شده یادتون باشه که این باغ سابقش به زمان مثلا 80 90 سال پیش میرسه یعنی کار جدید نیستشه. این عکسایی که میبینید عکسای بعضیش واقعا هر کدومش مال یه طرف کشور این کشاورزی در زیرکوه خراسان هست و هر کدوم هم یه عکاس داره حالا بعد میرسیم به گزارش خانم ساحل مرندیام که من این قسمت دو یعنی فامیل ایشون رو نمیدونم من درست تلفظ میکنم یا مرندیام من نشده بودم قبلا به هر حال ساحل خانم قبلا تو شماره قبلی چهار تا یه علاق معرفی کرده بود برای تابستون که چقدر خوبه برای تابستون ها شعاله. این دفعه زارم متوجه قرار گرفته این دفعه چهار تا دیگه معرفی کرده با این عکسایی که میبینید واقعا فکر خوبیه واقعا نگاه خوبیه اینجا که دارید میبینید یه علاق شیرازی است، قلات اسمش و بعد میرسه به فیروسکو حالا توش دقیق که بشیم نشیم واقعا با نکنیم توش دقیق که بشیم حالا میشه نظر ادیتوریال اید... یه اشکالایی پیدا کرد یعنی گفتش که چرا به فیروسکو میگیم اطراف تهران در حالی که 15 کیلومتر اه... اه... یعنی ببخشید بیشتر چهل کیلومتر با تهران فاصله داره 15 کیلومتر میشه کرد. <laughs> اطراف میشه ظاهرا ایشون خودش <laughs> از این اشکالات کوچیک آره توی چیز وجود داره که به نظر میرسه که وظیفه سردبیر و ادیتوریال هست ولی این چهارتا هر چهار تاشون از جاهای مختلفی که آخر سرش هم میرسه به همین قاره قوری قلعه و میبینید که خیلی خوبه یه گزارشی هم نیلوفر رو بخش نمیشه راجع به سفر به خنکای مشکین شهر در دل تابستان و همه اینها با عکس‌های خوب و میرسه به این گزارش اصلی که بحث ماهی هاست و انواع ماهی که جای مختلف هست این سفر رو چرا برای خودم نشونه زدم براتون عرض کنم نسل کشی پرندگان مهاجر در خوزستان یه موضوع تلخ اینا مسیر مهاجرت و, و بیشترشون چیز آب. دارن و اونجاها ها طالاب ها به قول اینا غرق در خون شده است هم. یعنی پرنده ها اونجا میافتن میرن نه نه نشی که وزن اعتبار خود حفظ کرده خب بریم داستان یه مجله دیگه از روزنامه هم شهری بله در مورد داستان نمیتونم اون تأکیدی رو که عرض کردم بکنم یعنی بگم که مجله آخش بلند نشده وقتی که تغییر پیدا کرد. من نه. هنوز خوشحالم که داستان حدقا در میاد بله و فرمت خودش هم حفظ کرده و هست و ببینید همین بخش اول مثلا بگم آقای ایرای زیایی یه روایت شخصی میکنه روزنامه نویس هست روزنامه نویس ادبی شاعر هست البته و بنابراین اینکه چگونه اصلا وارد این فضا میشه یعنی چگونه پدر به دستش میده یه میل قریبی هم به اسفحان داره و هر از گاهی مرتبه میره سربازی اینا دوباره برمیگرده اصفهان تو گزارش نشون داده میشه و کاملا هم نگاهش هم شوخی کنم بگم که جوری هم اصفهانی شده نگاهش به خاطر اینکه یه جاهایی یه حرفا و ایرادایی میزنه که حالا من نمیخوام با اسپانیا خودم در بندازم نمیگم ولی آره و با درباره اینی که چگونه و چون اسم آدمهای آشنا هست توش آقای گلشیری آدم های خیلی نازنینی که ما میشناسیم این فرقه اصفهانی‌ها خب خیلی آدم درشت استخوندار دادن یا مثلا سعید براودی یه چیزی نوشته جز پایگاه خودش تو زادگاهش سبزوار یعنی و اینکه پاتوقشون چی بوده کجا میرفتن اصلا اصولا از که شروع کردن که کتاب خوندن و چه جوری کتابو از اینور ور به دست می گفتن غیر از اینکه تو بخشی جدی هم که وارد میشه خب تلافی نوشته جمال صادقی است که من فکر کنم به تنهایی برای اینکه نشریه نجات بده کافی خب در ساعت حالا اینکه که داره در میاد داستان خودش خبر خوبیه و آره. امیدواریم کیفیتش هم برگرده به همون کیفیتی که قبلا بود دیگه خب بریم کارتون آخر رو ببینیم هفته گذشته روزنامه ها به دلیل مراسم عزاداری اینا صفات تنز و کارتون نداشتند بیشترشون و به همین جهت هم بزرگ میره حسین اینو نتونسته که جای چاپ نشده مقصودم این است ولی واقعا دلوقت. این بسیار دیده شد تصویر هفته یعنی در حقیقت این دردی که الان چند دقیقه پیشم با هم صحبت میکردیم این دردی که بعد از ماجرای این دختر به وجود آمده است و به نظرم میرسه که اسم این تاریخ و اسم این دختر میمونه در تاریخ این درد یک توسط بزرگمر که گای اوقات میکشه از ده تا مقاله جدی میشه که تصویری که میده یک بار خب دنی که هم که داره اینه که شده در واقع یه جور انگار جامعه ای که همینطوری زخمهاش داره اضافه تر میشه و دیگه این دیگه, دیگه, دیگه خود... جای, جای سالم ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما منتظر نظراتتون درباره تمام برنامه های تلویزیون رادیو و وبسایت هستیم کافیه که به BBC بی بی دیدبان تویت کنید یا به آدرس دیدبانبی ایمیل بزنید با شناسه BBC شما هم در تلگرام میتونید با ما در تماس باشید مرسی که با ما بودید همینجا و به همراه آقای بهنود از شما خدافزی میکنم تا هفته آینده شب روزتون